آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان میگوید که این پدیده نقض فجیع حقوق و آزادی های اساسی بشر است. گوترش روز یکشنبه هشتم مرداد در توییتی از کشورهای جهان خواست که برای پایان خرید و فروش انسانها گامهای قاطع بردارند. تا کنون آمار رسمی افراد قاچاق شده در سطح جهان منتشر نشده است اما سال گذشته رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل گفته بود که در 15 سال گذشته 60 درصد آسیب دیدگان قاچاق زنان بودند این مقام سازمان ملل در آن زمان گفته بود که درگیری و تنش در سراسر جهان مردم را به سوی ناامیدی سوق می دهد و قاچاقچیان انسان نیز از این فرصت استفاده می کند. دبیر کل سازمان ملل در حالی به پایان قاچاق انسان در جهان تاکید می کند که جنگ، خشکسالی و عوامل محیطی سبب شدند تا بیشتر شهروندان کشورهای با اقتصاد ضعیف تعمه قاچاقچیان انسان شوند. بر اساس اطلاعات سازمانهای های بین المللی از سال 2009 تا 2021 حدود 450 هزار تن قربانی قاچاق انسان و در این مدت دست کم 300 هزار تن در پیوند به آن مجرم شناخته شدند.